سلام دوستان، شب شما بخیر. با برنامه دیگر از همسازی ملی جمهوری خواهان ایران در خدمت شما هستیم. این برنامه از شبکه رنگین کمان، ارگان رسمی حزب سوشال دموکرات و لایک ایران برای شما پخش میشه. این هفته ما در مورد مفهوم تفکیک قوا در دموکراسی صحبت خواهیم کرد. در چند هفته گذشته ما صحبت کردیم که چگونه برای اینکه یک دموکراسی را طراحی بکنیم، ما چگونه باید نیازهای یک جامعه را اول بشناسیم و راجبشون صحبت کنیم و بعد در مرحله طراحی سعی بکنیم که این نیازها رو یک جوری در هر صورت پاسخ بدیم. در برنامه امشب من در خدمت فرهنگ قاسمی، سخنگوی حزب سوشال دموکرات و لایک ایران و اسفندیار خلف، عضو نهاد راهبردی حزب سوشال دموکرات و لایک ایران هستم. من قبل از اینکه سوالاتم رو از دوستان بپرسم در مورد اینکه ما چگونه میخوایم بحث تفکیک قوا رو در جمهوری آینده ایران طراحی بکنید، میخواستم که تقریبا یه مقدمه کوچکی رو راجع به بحث تفکیک قوا بگم. بحث تفکیک قوا هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ سیاسی ریشه تاریخی زیادی داره. از لحاظ علمی سه قوه، اصلا اینکه چرا ما سه قوه داریم، خب سوال همیشه مطرح است. به هر حال از لحاظ مهندسی وقتی راجب حالا فارسیش یادم رفته، راجب تراس که صحبت میکنیم، همیشه سه عضو هستن که پایدارترین شکل رو تشکیل میدن به شکل مثلث. این دلیل اینکه سه وجود داره در تاریخ سیاسی از نیوتن میاد. نیوتن اولین شخصی بود که با توجه به اینکه در فضا ثابت کرد سه جرم با توجه به وزن‌های مساوی در فضا میتونن همدیگر رو خنثا بکنن. این بحث در سال 1687 میلادی وقتی که نیوتن کتاب اول پرینسیپیا رو چاپ کرد، این در اونجا مطرح میشه. این لحاظ علمی شه. البته اینا من تو به توضیح هم بدم، وقتی نیوتن کتاب اول پرینسیپیا رو چاپ اولش رو چاپ که میکنه، خیلی که حال بهش ایراد میگیرن. یکی از ایرادهایی که به پرینسیپیا کردن این بود که کتاب به نام خدا شروع نشده بود، که نیوتن مجبور شد بهش انگ زدن که نیوتن ایتیسته و نیوتن مجبور شد که در چاپ دوم کتاب به نام خدا آغاز بکنه. اینم از چیزهای تاریخی نیوتنه. ولی به حال از لحاظ سیاسی بحث سه قوه در سال 1748 در حقیقت صحبتی میشه که فیلسوف فرانسوی مانتسکیو صحبت شروع میکنه و اون باور داره که قدرت باید بین قوای مجریه، مقننه و قضاییه تقسیم بشه تا از استبداد جلوگیری شود. در ایالات متحده این بحث مانتسکیو به هر حال نهادینه میشه در قانون اساسی آمریکا در سال 1776 و سه قوه در آمریکا تشکیل میشه. این سه قوه در آمریکا برای قوه قضاییه، قوه قضاییه مجریه و مقننه هستند. در فرانسه چند سال بعد از انقلاب آمریکا در فرانسه هم این سه قوه رو تشکیل میدن. حتی فرق فرانسه با آمریکا یک مقداری هستش در بحث قوه، هم در بحث مجریش که به هر حال فرانسه هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر داره و همین که در قوه قضاییه فرانسه که حالا دوستان در فرانسه هستن توضیح بیشتری خواهند داد، از دو قسمت تشکیل میشه. فرانسه هم دو مجلس داره مانند آمریکا، ولی قوه قضاییش دو قسمت از شورای قانون اساسی و دیوان عالی تشکیل شده که شورای قانون اساسی وظیفه این داره که تفسیر قانون اساسی رو چگونه به عهده بگیره. اون چیزی که هستش این در حالت کلیت چیزی که بوده که در فرانسه و آمریکا تشکیل شده. اما این مسئله در حال حاضر در آمریکا که خیلی پرابلماتیک، در حقیقت مسئله ساز هستش، به این دلیل که اتفاقا چند روز پیش، یعنی فکر کنم روز سه شنبه این هفته بود که روزنامه نیویورک تایمز یک بار دیگه بهش اشاره میکرد که در 20 تقریبا در 20 سال گذشته از موقعی که قاضی عالی جان رابرتس، ببخشید من بعضی موقع در بکار بردن کلمات فارسیش دچار فراموشی میشم،
قاضی عالی جان رابرتس در 20 سال گذشته در روزنامه نیویورک تایمز به این اشاره میکرد که دادگاه عالی آمریکا در 20 سال گذشته سعی کرده که قدرت خودش رو بیشتر بکنه و این به اینجا تمام شده که هم قوه مجریه و هم قوه مقننه قدرت کمتری نسبت به قوه قضاییه داشتن. حالا اساس به وجود آمدن قوه قضاییه در حقیقت از بحث‌های اولیه از اینجا شروع میشه که بر اساس در حقیقت چک اند بالانس بوده که وقتی اگر دعوایی از لحاظ سیاسی بین قوه مجریه و قوه قانون گذار وجود داره، قوه مقننه قوه قانون گذار هست، ببخشید قوه قضاییه هست که این دعوا رو حل و فصل میکنه. من بخوام اگر شروع بکنم بگم در ایران یکی از مشکلاتی که ما اتفاقا داشتیم از زمان مشروطیت تا به حال، حال که الانش که اصلا بدتر هم شده، همین بحث تفکیک سه قوا بوده. برای اینکه قانون اساسی مشروطیت ایران وقتی نوشته میشه، ایران هیچ موقع قوه قضاییه رو که به عنوان مفسر قانون اساسی باشه به رسمیت نمیشناسه. مجلس ایران بوده که وظیفه هم قانونگذاری داشته و هم قانونگذاری قانون اساسی رو داشته. یعنی تفسیر قانون اساسی ایران بعد از انقلاب مشروطیت به عهده مجلس میشه. در نتیجه بحث این که اگر از لحاظ سیاسی یک مشکلی بین قوه مجریه که به هر حال نخست وزیر بوده و قوه قانونگذار وجود داشته باشه که این دعوا رو در حقیقت دعوای سیاسی رو حل و فصل میکنه، در ایران جایگاهی نداشته. و شاید بشه گفت از لحاظ سیاسی بزرگترین مشکلی که وجود پیدا میشه در سال 1953 کودتای 28 مرداد آنجایی است که مصدق با مجلس ایران مسئله پیدا میکنه و به هر حال شاه میاد وسط. ولی قبل از اینکه شاه بیاد وسط در سال فکر میکنم 1945 میلادیه که به شاه دوباره قدرت داده میشه که مجلس رو منحل بکنه. یعنی دعوای بین قوه مجریه ایران و قوه قانونگذاری ایران هیچ موقع بر سر این که توسط قوه سوم حل و فصل بشه در ایران هیچ موقع وجود نداشت. این در حقیقت یه مقدمه بوده که به نظر من هم به حال از لحاظ تاریخ جهان خوبه ما بهش اشاره بکنیم و ازش به هر حال رفرنس بگیریم و همین که به هر حال یکی از مسائلی بود که تو ایران اتفاق افتاده. من از آقای قاسمی خواهش میکنم که الان هم یک مقدار از لحاظ تاریخی به ما بگن که خب بحث در فرانسه چگونه بوده و چگونه الان هست این دعوای بین قوه مقننه و قوه مجریه و نقش قوه قضاییه در این بین. و بعد اینکه خب به هر حال ایشون به هر حال بحث مصدق، دکتر مصدق یکی از بحثایی که به نظر من ما از لحاظ تاریخی وارد اون جایی میشیم که خب این تفکیک سه قوا چگونه در ایران مسئله ساز میشه و هنوزم که هنوزه هستش. و بعد من از آقای خلف هم خواهش خواهم کرد که خب نظرشون رو بدن. آقای قاسمی خواهش میکنم بفرمایید. بله، با درود خدمت شما و هممیهنان گرامی، بینندگان و خانوم ها و آقایان عزیز که این برنامه رو میبینید. مسئله مهمی رو آقای اصلانی شما در این جلسه مطرح میکنید، تفکیک سه قوه، و این در واقع یک محور اصلی یا کانون اصلی دموکراسی و آزادی. چند تا سوال مطرح کردید. یکی خب در ارتباط با نیوتن صحبت کردید که مسئله رو یه مقدار به بخش تاریخی و منو علاقمند کردید که وارد یکم تاریخ بشم، منتها با از دیدگاه سیاسی و فلسفی. ببینید، مونتسکیو وقتی کتاب روح القوانی رو می نویسه که در واقع یک کتابیه که نحوه کشورداری رو به شکل دموکراتیک یا رعایت با رعایت دموکراسی و آزادی
و حقوق مردم مطرح میکنه، در واقع اینو در سال 1748 کتابش در میاد. اما مونتسکیو اواخر قرن 17، یعنی 1800 و خورده‌ای به دنیا میاد یا 1900 و خورده‌ای به دنیا میاد، من از حافظه دارم میگم، و حتی سنین ابتدایی، یعنی بلافاصله بعد از اینکه درساش و اینا رو میخونه، البته در این خانواده اشراف زاده به دنیا میاد، امکانات مالی و فلان و اینها داشته و وارد مدرسه حقوق میشه. ببینید اینجا ما در چه سالی هستیم؟ در اوائل قرن 18 هستیم. مدرسه دانشگاه حقوق، دانشکده حقوق وجود داره. ببینید، برمیگردونم به مسئله این که در همون زمان، یعنی اگه بخوایم برگردیم 300 سال به ایران به عقب، 300 و خورده ای سال، شما نگاه میکنید که ما در بدترین شرایط از نقطه نظر آموزش هستیم. مونتسکیو میگه که من، باز دارم از حافظه میگم، راجع وقتی روح القوانین صحبت میکنه میگه از روزی که من کتاب قانون رو در کلاس اول فکولته دو دوا یا دانشکده حقوق دستم گرفتم، به فکر این بودم که این روح یا اسپری، روح قانون چگونه است، چه بوده. و مونتسکیو این در چه سالاییه؟ در 1700 و باید 14-15 باشه، 14 باید باشه. میگه که من دیدم که، میبینم که خب این چجوری میشه، و میگه وارد، بعد یه چیزی آراگون از قول مونتسکیو، یعنی آراگون یک مورخ فرانسوی درجه یک، یعنی یک ژنی در تاریخ. اینجا باز من یه مطلبی رو باز میکنم، تو مطلب آموزش رو که باز کردم براتون، مطلب دیگه ای رو الان باز میکنم، مسئله مورخ بودنه. هر جامعه هرچه فرهنگ غنی‌تر داشته باشه، نوشته ها، کتاب ها راجب مسائل اجتماعی، مسائل شهروندی، مسائل حقوقی، مسائل اقتصادی زیادتر باشه، مورخین کارشون سخت داره. در ایران ما متاسفانه بادکنک هایی داریم به نام علما، علوم، دانشمند، فرهیخته، که واقعا نگاه میکنید فقط اگر بخوایم علمشون رو بشناسیم سطحش خیلی زیاده، ولی عمقش 1 سانتی متر بیشتر نیست. یکی دیگه این، ببینید اون بودن اینه. بعد آراگون در این زمینه در ارتباط با مونتسکیو، که خب آراگون آدم چیزی نیست، یعنی در ارتباط با مونتسکیو میگه که این کتابی که این نوشته
در واقع حاصل سنت ها، تضاد های اجتماعی و حاصل مطالعاتی بوده که این از همون سالهای 1715 شروع کرده به انجام دادن تا در 1748 میتونه بعد از نوشتن ده ها کتاب، این وقتی روح القوانین رو می نویسه، در روح القوانین در واقع تفکیک قوا و مسائل کشورداری از همه نظرها که بهش وارد میشه، خود آراگون میگه من وقتی که برخی از کتابهاشو با هم نام میبره کتابها رو با هم مقایسه میکنم، تضادهایی در فکر تحول فکری مونتسکیو میبینم. و مونتسکیو خودش میگه که من تقریبا تمام عمرم، تقریبا نه، تحقیقا تمام عمرم روی روح القوانین کار کردم و مرگ مونتسکیو باید در 1754-5 باشه، درسته؟ و حافظم اگر درست باشه این یه همچین، میدونم که اون موقع ها هست. حالا مونتسکیو اینو می نویسه فقط به عنوان نوشتن نیست، مونتسکیو در سن تقریبا 20 ساله هم نشده تو پارلمان بوردو، یادداشت کنید، یکی آموزشی، یکی مورخه، یکی پارلمانه، در قرن 17 ما در فرانسه پارلمان داریم و پارلمان منطقه‌ای داریم. در بوردو ما پارلمان بوردو داریم، در آلزاس و لورن پارلمان آلزاس و لورن داریم، در نقاط مختلف در اطراف پاریس پارلمان ها رو داریم. ببینید ما کجاییم، اون موقع در کجاست، ما کجاییم. در پارلمان در اونجا به عنوان در بخش حقوقی شروع میکنه به کار کردن و اونجاست که مسائل متوجه میشه، این مشکله قوارو، مشکل قوار از اونجا متوجه میشه که چی هست، مشکل کشورداری رو هر روز میبینه، چون یک متخصص مشاور حقوقی پارلمان بوردو، بوردو هم اون موقع چیز کوچیکی نبوده ها، یعنی در انقلاب فرانسه، هم انقلاب فرانسه انجام نشده ها، حواسمون باش. ببینید یک چنین فرهنگی وجود داره، یعنی امکان این وجود داره، حق حقوق وجود داره، قانون وجود داره. تازه ما 100 سال پیش ما مسئله قانون مطرح شد، بعد وقتی آقای داور اومد با کمک یکی از روشنفکرانی که اومده بودن در اروپا درس خونده بودن، حقوق خونده بودن و در زمان رضاشاه دادگستری رو درست کرد، آخر خودشو گرفتن، کل رضاشاه گرفت کشت. ببینید چه چیزایی، یعنی من اونجا مسئله آموزش مهمه، مسئله پارلمان مهمه، مسئله دیگه چی بود گفتم، آموزش، پارلمان، قانون، قانون مهمه و مورخه، مورخه و آدم های استخوندار در تاریخ یک جامعه که بتونن واقعا وارد مسئله بشن. و من الان وارد بیشتر وارد مونتسکیو نمیشم، ولی میخوام بگم که مونتسکیو با نوشتن، شما یه سوال کردید اون سوالتون جواب میدم، در اساس
ما تا این افراد رو اولا در جز نشناسیم و دنبالشون نریم، نمیتونیم بفهمیم که این تحولات چجوری به وجود اومده. حالا وقتی مونتسکیو مینویسه میگه من دوچار تضادهای زیادی در نوشته های خودم کردم، تضادهایی که علتش دو چیز بوده، سنت و مذهب، چیزی که ما تو حزبمون داریم باش مبارزه میکنیم، لایسیته، و داریم میگیم با لایسیته میشه جلوی هم سنت و هم مذهب و جلوی رشد افراطیشو گرفت. خیلی خیلی نه، ممنون یک آقای سوال عباس. کردید، اون یه سوال جواب ندادم اگه اجازه بدید، شش و اون سوال داشت داره یادم میره. آها، چه کسانی و چه عواملی میتونن ضمانت تفکیک سه قوه رو بکنند؟ به نظر من قانون و مردم. قانونی که توسط مردم قابل تغییر باشه و مردم هر وقت که بخوان بتونن تغییر بشن، قانون متلون. خب یک مسئله دیگر مطرح کردید، این قانون و مردم که هست درسته، ولی یه مسئله دیگر مطرح کردید، مسئله شورای قانون اساسی. یعنی همینطوری نمیشه به مجلس هم حق نداره. چرا؟ چرا زمان شاه شورای قانون اساسی درست نشد؟ میدونید چرا؟ بلکه شاه خودشو در اون موقع که باید تصمیم میگیره تصمیم میگرفت. چرا زمان خمینی و جمهوری اسلامی درست نشد؟ برای اینکه یه نفر به جای یک نهاد، یک نفر، یک دیکتاتور نشست. اینجاست تفاوت قضیه. من البته بیشتر وارد نمیشم چون آقای اسفندیار خلف خیلی ممنون. خسته میشن. نه خیلی ممنون، شما نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید. من اگر بخوام گریز بزنم برای خلاصش رو بگم و از آقای خلف یک سوال مشخصتری هم بپرسم. ببینید جناب خلف، آقای قاسمی به درستی چند تا کلمه در حقیقت، حالا به انگلیسیش ما میگیم بازورد، اشاره کردن و بحث مورخینه. بحث مورخین خب به هر حال در تاریخ سیاسی ایران یه بحث خیلی مهمیه. ما انقلاب مشروطه رو به هر حال قبل از انقلاب مشروطه، ببینید آقای قاسمی، حالا من که شروع کردم از نیوتن که از قرن 17 هم بود تا به قرن 18 هم که برسه 150 سال تاریخ نوشتاری وجود داره که میرسه به دو تا جمهوری. به هر حال 150 ساله که همیشون اشاره کرده بحث آموزش، بحث نوشتن مورخین، یعنی کار متنی وجود داره. ما اومدیم در مشروطه، خب اینا هیچ کدوم نبوده، درسته ما دنبال آزادی و برابری بودیم ولی نداشتیم. مشروطه ایران هیچ کار مورخی پشتش نبوده، ولی خب نیت خوب بوده، نیت برابری بوده، نیت آزادی بوده. اینو نوشتیم، وارد قضیه شدیم. ایشون آقای قاسمی دوباره اشاره میکنه به بحث قانون. قانون باز دوباره یک شبه که نیست. به هر حال اگر اونجوری نگاه بکنیم از مشروطه به بعد ما قانون خب خیلی داریم، مشکل نداشتن قانون نداریم پرسه. اون چیزی رو که مشکل داریم همونه که وقتی میخواد به تفکیک سه قوا برسه 150 سال سوش دعوا بوده که معنیش چیه. مشروطه رو ما انجام دادیم، محمد علی شاه میاد مشروطه رو میخواد داغون بکنه، روسا مجلس رو به توپ میبندن، درست میشه، میاد میشه از سال 1906، شما فرض بکنید 1906 که مشروطه تقریبا شروع میشه تا سال 1953، نزدیک 50 سال این دعوا بوده. میشه زمان مصدق، آقای قاسمی دوباره به درستی اشاره میکنه که چرا شاه نمیخواد تفسیر قانون اساسی داشته باشه، ولی میرسیم 1953 که بین مجلس و نخست وزیر مملکت دعواست، همه جا دعوا به وجود میاد. یعنی بحث سر این که اصلا ما سر این که دعوا نمیخوایم داشته باشیم، بحث سر این نیست، دعوا همیشه وجود داره. ولی سوال که میگیم تفکیک سه قوا، این دعوا رو چگونه از لحاظ سیاسی و مردمی و به صورت دموکراتیک ما میخوایم حل کنیم؟ خواهش میکنم.
منم سلام دارم خدمت شما و آقای قاسمی و همچنین بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگین کمان. من برگردم به سوال اولی در مورد اون دو پایه و اساس دموکراسی در آمریکا و حتی در اروپا بگم، اون روح القوانین مونتسکیو، با یه تفاوت که در اروپا قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو هم در اروپا و بخصوص در فرانسه نقش به سزایی دارد. این تفاوت بینش فرانسویش با آمریکاییش همینجوریست. اون مشکلاتی هم که اشاره میکنی امشب مورد بحث ما نیست، جامعه آمریکا به نظر من به خاطر کمبود اون قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو در سیستم آمریکا. ولی این پرانتز رو ببندم، برگردم به ایران و زندیاد علی اکبر معتدی. ایشون اولین کسی بود که از سال 1317 شروع کرد روح القوانین از فرانسوی به فارسی ترجمه کرد، یعنی بعد از آقای قاسمی مستقیم یا غیر مستقیم دست گذاشت روز، یعنی بعد از خودکشی علی اکبر داور، تیمورتاش و حتی اون آمپوله های دکتر احمدی هم خیلی پزشک فعال عملی، بود. پزشک پزشک عملی. احمدی، بله پزشک نبود، می گفتم پزشک آره، احمدی. برای همین برای همین متشکرم. این آقا اومد دید که اون میگه حکم حکومتی و همه چی دربار تصمیم میگیره و این اصل اساس مشروطیت که روح القوانین مونتسکیو و قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو در این جنبش ایران که یک جنبش رنسانسی بود غایبه. حتی همونجوری که شما اشاره کردید اصلا قوه قضاییه در این سو قوه نیست، فقط قوه مقننه و مجری هست. این باعث اون مشکلاتی که در مجلس از نظر قانونگذاری شروع شد، حتی یه چیزایی می نوشتن که قابل اجرام نبود، حتی اونجا هم که قانونی بود باید اجرامش تا 1327 و به دستور شاه بعد از اینکه متفقین ایران رو ترک می کنن، یادمون نره، این مجلس سنا درست می کنه و حتی امکان انحلال مجلس هم به خودش میده، وارد اون انتخابات مجلس سنا یا سناتوران نشم، انتصابی و انتخابی و خیلی مسائل بود که اصلا شاه خودش میشه عین و زمان قاجار قدرت اجرایی دست میگیره. این و حتی اون نامه معروف قوام السلطنه به شاه که میگه این پایان مشروطیته، اون لقب حضرت اشرف که قبلا بهش داده بودن ازش میگیرن. همزمان مشکلات مصدق از رضا شاه نسبت به قانون و نگاه مشروطیت پارلمانتاریسم دائم این به صورت تبعید در بیرجند و این ور اونور، حتی ممنوع شدن و تبعیدهای گوناگون این ادامه داره و تا اون مسئله جنبش ملی نفت. من این پرانتز رو ببندم برگردیم. امروز یک کسانی هستند که حتی هنوز حتی تو آمریکا زندگی میکنن، با دموکراسی آمریکا که آشنایی یا دارن یا ندارن، حتی ممکنه زبان انگلیسیشون هم خوب نباشه، لااقل او ترجمه خوب زندیاد علی اکبر معتدی روح القوانین مونتسکیو بخونن به فارسی تا بدونن اصلا برداشت چی میشه. مگه میشه یک شاه بیاد در حوزه مجریه یا اجرایی وارد شه؟ این اساس کار انقلاب مشروطیت تا خمینی. بعد از انقلاب اون قانون اساسی بگم یا قانون شرح بگم، الا اسمش هر چی میذارین، یا دموکراسی، اون که اصلا دیگه و نمیتونه حول ولایت فقیه اون تفکیک قوای مونتسکیو وجود داشته باشه، اون وارد یه حوزه دیگه میشه که و کسانی که با روح سنت و مذهب در ایران آشنا هستن، این خودش همون بازسازی فرع ایزدی به صورت ولایت فقیه انجام میگیره، یعنی همه قدرت در یک جا جمع میشه. یکی از مشکلاتی بود که
از قاجارم بود، بیشتر نرم، از قاجار تا مشروطه، ولی مشروطه شکست خورد، نتونست اینو اجرا کنه در حوزه قانونی. این یکی از مشکلاته که همین امروزم اگه شما این بحث تفکیک قوا، ستا قوه موجیه، که شما این یکی از پایه و اساس دموکراسیه، حتی شکل آمریکاییش هم اینه، اگه بخوایم شکل اروپاییش یا فرانسویش که میگن قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو، همزمان اینا مونتسکیو و ژان ژاک روسو اوایل قرن 18 اینا تقریبا همسن سالن، ولی دو تا، یکی روح القوانین مونتسکیو، یکی قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو. این ما ایران نه تنها بگم در 15 سال اخیر، حتی همین امروز هم شما این بحثی که امشب رو میز گذاشتید بین نیروهای جمهوری خواه یا مشروط سلطنتی، بگم ها، اگه شما این بحث رو بذارید اصلا قبول نمی کنن یه عده ای که باید تفکیک قوا وجود داشته باشه، یعنی قوای قضاییه باید اون استقلال خودش رو داشته باشه تا بتونه اون نظر استقلالش رو بیاره بتونه اجرای قوانین و اینا. همچی چیزی نیست، هم چیزی نبوده. ببین این یکی از اساس، اگه ما اینو بررسی نکنیم، عوامل فرهنگیش به خصوص، آقای قاسمی از نظر آموزش پرورش دست گذاشت روش، من میگم از نظر فرهنگی اگه ما دست روی نذاریم، از نظر اون تعادل قوا که قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه بتونه کارش بکنه با استقلال خودش رو داشته باشه، ما امکان از یک دیکتاتور به دیکتاتوری بریم، دیگری برویم، بسیار بالاست. یعنی این یکی از اشکالات اساسی است، حتی بخصوص واسه ما جمهوری خواهان که یکی از اساس جمهوری خواهیمو نمیخوایم باز به دام حکومت های فردی، چه شکل مذهبیش و چه شکل بگم دیکتاتوری نظامی، میخوایم اینو ببندیم. ولی اگر ما اون اساس محتوای دموکراسی غربیش، چه شکل اروپایی بگم چه شکل آمریکاییش، اگر ما محتوای اینا نتونیم آنالیز کنیم و تکرار نکنیم، امکان این که حتی شارای خوب ما تبدیل به یک دیکتاتوری دیگه بشه، چون فرهنگ سنیافتگی هم هست، اینو از یاد نبریم. یکی از عواملی که دیکتاتور تو این کشورها میاد، یکی سنت و مذهب، یکی توسعه نیافتگی است، چون نتونسته اون از قشر سنتی عبور کنه از نظر اقتصادی و بتونه اون مدرنیته و توسعه اقتصادی و یعنی حق حقوق شهروندی جامعه مدنی را به رسمیت بشناسه. این یکی از اشکالاتی است که اون تو روح القوانین مونتسکیو از دیدگاه مختلف یا قرارداد اجتماعی جان ژاک روسو این عیانه. این یکی از مشکلات، به این خاطر به نظر من از این بحثا یه عده شروع میکنن من مشروطه سلطنتی در ایران شکست خورده، ولی پهلوی یا پهلوی چی یک چیز دیگری است. اگر ما این روح القوانین یا تفکیک قوا را در حکومت آینده ایران روشن نکنیم، امکان وجود آمده یک دیکتاتوری دیگه هست، چون که اینا هنوز اون شخص دیکتاتور یا قدرتمند زیر سوال نبردنه. رضاشاه حکم که حکومتی بود، نه من حکم میکنم، معذرت میخوام، من حکم میکنم، به در دیوار میزد، ولایت فقیه حکم حکومتی است، هیچ تفاوتی، حتی حکم حکومتی ولایت فقیه از اونم عقبتره. این نظر منه، بنده تمام کردم. خیلی ممنون جناب خلف، شما صحبت های خوبی اشاره کردید. من اگر بخوام در حقیقت دو تا نکته یا سه تا نکته شو بخوام در حقیقت بیارم بالا و از آقای قاسمی سوال مطرح بکنم، این گونه سوال خواهم کرد. ببینید داور موقعی که حتی میاد، ببینید چون من اینجا میخوام این فرق واقعا یک دفعه برای همیشه، حالا بحث تاریخی من دوستان هر کسی هم اگه وارد این بحث بشه برای ما کامنت بذاره، با کمال میلز پاسخ خواهیم داد و حتی مطرح خواهیم کرد. اون چیزی رو که داور در حقیقت وارد ایران کرد
وزارت دادگستری بود یا عدلیه بود، یا عدلیه مدرن بود. اون چیزی رو که ما در تفکیک قوا، اون چیزی که مانتسکیو میگه، قانون اساسیه، خیلی بحثش بالاتر از وزارت دادگستری و عدلیه است. یعنی این چیزی که اولین بار که من تا حالا به هر حال میخونم و تقریبا زیادم دیدم این بر اون ور، که ما هنوز این بحث قوه قضاییه و بحث حقوق که شما هم اشاره کردید اولش، به نظر ما در ایران هنوز جا نیفتاده. یعنی این بحثی که من از صحبت های آقای خلف برگرفتم، همونجور شما هم اشاره کردید، که با یک نکته اینجاست که بهش اشاره بکنیم. نکته دومی که ایشون اشاره میکنن و به درستی، خب وقتی ما اینا نداشتیم، شاه پادشاه یک نفر بوده. چون ببینید، به هر حال من این بحث رو از اینجا از قصد هم شروع کردم که بگم به هر حال این بحث سه قوه هم بحث علمی داره، فیزیک داره. نیوتن اومد به هر حال در فیزیک مطرحش کرد، بحث سه تا جرم و گشت آور، که هنوز که هنوز ما ساختمون میسازیم و همه دنیا بر این اساس میره جلو. بحث های حقوقی توش هستش که چرا سه تا قوه داشته باشیم و تعریف سه قوه چیه. تعریف سه قوه این نیست که نهایت بیاد بحث دزدی یا نمیدونم وزارت عدلیه رو داشته باشه. وقت قوه قضاییه بالاترین نحوش بحث تفسیر قانون اساسی، همونجوری که آقای خلف راجع به قرارداد اجتماعی میگه که به درستی هم بهش اشاره میکنه. خب پادشاه هستش که همونجوری که آقای خلف گفت، رضا پهلوی اول حکم میده، در و دیوار میچسبونه، دومی که بر سال 1945 این حق بر خودش قائل میشه. که ببینید نفس مشروطیت رو ایشون زیر سوال میبره. چرا؟ برای اینکه میاد میگه شاه مجلس رو منحل میکنه. از اونجایی که این قدرت انحلال مجلس به شخص شاه داده میشه، در حقیقت پارتی هم حزب هم نمیتونیم تو ایران داشته باشیم. چرا؟ چون اگر حزب قدرت سیاسی در دستش میگرفت، یعنی مردم بهش رأی دادن، اگر شاه میرفت و مجلس رو منحل میکرد، یعنی شاه در مقابل مردم وای میسه. و برای که این کار رو نکنه، که جلوی مردم وای نسه علنا، حزب تو ایران تشکیل نمیذاشتن میشه. همین اعلانش که اومده، ولی فقیه هست قاضی شهر. این قاضی شهر در حقیقت همونجوری که شما اشاره کردید، بحث ما بحث آموزش رو کردی، بحث فرهنگ رو کردیم، 200 سال صحبت سر دانشگاه بوده که اومدن مونتسکیو اینو نوشته، جان لاک راجع به قوانین و آزادی صحبت کرده، روسو اومده قرارداد اجتماعی رو نوشته. یک نفر میاد که سنت و قاضی شهر میشه ولی فقیه، ایشون هم حکم حکومتی میده که قانون مجلس ایران تحت تاثیر قرار میده، ایشون شورای نگهبان که قرار است، که البته اون چیزی که قوه قضاییه باید باشه نیستش، ولی فرض بفرمایید اگر یه خوردش هم مثل اون باشه، ایشون میاد تعیین میکنه که قوه قضاییه چی کار بکنه. ما میدونیم که در قوه اجرایی مالیات هایی که جمع میشه و نزدیک 40 تا 50% پول هایی رو که به هر حال ایران داره میره در نهاد ایشون. یعنی این سه قوه رو که فرض بفرمایید 300 سال تاریخ بشریت زحمت کشیده که بیاد بگه بابا این سه تا به این دلیل وجود داره، قرارداد اجتماعی داریم، هم شخص شاه نفیش کرده و هم ولی فقیه قاضیشه. حالا ما میخوایم به جلو نگاه بکنیم. شما اینو چگونه نگاه میکنید؟ به هر حال این به نظر من این تجربیات برای ما ارزشمنده. ما که همین الان هم میشینیم راجع به صحبت میکنیم، شاید هم نگاه انتقادی داشته باشیم، ولی اون چیزی رو که باید بپذیریم اینه که تجربه شو داریم. الان سوال اینه که این تجربه چگونه میخوایم استفاده کنیم. بفرمایید. ببینید، سوالی که میکنید برای این روزها که در ایران واقعا حرکت یا خیزش های مهمی در کار هست و برای چشماندازی که همه ایرانی های آزادی خواه دارند و فکر میکنند که باید یک فکری برای آینده کرد، هر کس از دیدگاه خودش برنامه رو میده. من در قالب این برنامه ها که دیدم، برنامه رو ندیدم که طوری داده بشه که به فکر این تفکیک قوا
بوده باشه. چرا این برنامه به فکر تفکیک قوا نبوده؟ برای اینکه برنامه‌ای که داده میشه، چون تفکیک قوا گفتیم چه چیزی احتیاج داره، قبل از همه مردم رو احتیاج داره. اگه به جای مردم شما بخواید نخبگان رو باشون اولین گامتون رو یعنی تشکیل دولت موقتتون رو از بین نخبگان یا آدم های شناخته شده بیاید یه در جمع بکنید، پیشنهاداتی که الان هم خیلی ها دادند، خب این از همین اول گام کجی رو برداشتی یا خشت کجی رو یا سنگ کجی رو گذاشتیم بنای این آسمان، این ساختمان، و تا آسمان رود دیوار کج. و ما منتها تفاوتمون توی حزب خودمون با دیگران اینه که اساس رو بر برگزیدگان مردم در همه نقاط گذاشتیم، اساس رو بر تساوی، نه برابری بلکه تساوی نفرات زنها و مردان در مجلس شورای ملی موقت گذاشتیم. اگر این گام اول بر این اساس و خیلی چیزهای دیگه رو گذاشتیم که در واقع حاصل کار کردن، فکر کردن، جهان دیدن، کتاب خوندن فلان و اینها هست، و در این حال چون طمع قدرت رو نداریم حرفمون رو میزنیم، همینی که ما هستیم، میخواید رومون، ما حرفمون آزادانه میزنیم، رومون قضاوت هر طوری که دلتون میخواد بکنید. ما وقتی میگیم دموکراسی، آزادی، سوسیالیسم میخوایم، لایسیته میخوایم، نمیپوشونیمش توی سکولاریسم و نمیدونم فلان و از این چیز. بنابراین برای تفکیک سه قوه اولین گام همینه که مردم خودشون مشارکت داشته باشن. این اگر درست عمل نشه خب نخواهد بود. اگه دی بیان بگن که نه ما بیاییم یه دی رو بیان جمع بشن و یک آدمایی که شناخته شده هستن و فلان و از این چیزا، و یا اصلا مثلا پسرشا خب یه دی رو جمع کرده، الان یه دی دیگه هم مثلا یک دولت موقت هم تو خارج از کشور، سه چهار تا دولت موقت در خارج از کشور. یکی دیگه از اصولی که ما گذاشتیم مثلا میگیم کسایی که در خارج از کشور هستند اصلا حق چیز نه، هر کی میخواد باید بره در داخل ایران اونجا شرکت بکنه، هر من فردا اگر چیزی بشه خب من میرم اونجا و اگر خواستم شرایط مناسب بود میرم خدا مثلا انتخاب برای انتخابات آماده میکنم، یه چیز اینطوری. ولی اینی که الان اینجا بشینن و دولت ما وزیر کشور و وزیر فلان و بهمان و اینا تشکیل بدن، خب این خب از حالا معلومی که اوضاع ما به سمت که تفکیک قوا نمیریم، یعنی مردم مشارکت نمیکنن. این یه بخش قضیه است. یه بخش قضیه مسئله عوامل بازدارنده این حرکت هست، یعنی عوامل بازدارندهی در جامعه ما وجود داره و عوامل بازدارندهی از خارج به جامعه ما وارد میشه برای اینکه این تفکیک قوا نتونه به وجود بیاد. میدونید مشروطیت و دادن قدرت به دست شاه رو خارجی ها روش بی تفاوت نبودند. خارجی ها میخواستن یه نفر داشته باشن، یه نفر داشته باش با اون مذاکره کن، با بقیه نمیخواد مذاکره بکنی، چون اگر این قضایا بره تو مجلس و قرار باشه تو مجلس به تصویب برسه خب نمایندگان مجلس جلوشو خواهند گرفت. حالا هر چه قدم مجلس بخواد مجلسی باشه که عواملی توش باشن، خب باشن،
باید مبارزه کرد که اون عوامل نیان، اگر هم اومدن کم بود از ما. بنابراین یکی اینه، یکی مسئله سنت و مذهبه. این دوتا هم عوامل بازدارنده خیلی مهمی هستند که جلوی کار رو میگیرن. یکی متاسفانه کشتن و از بین بردن افراد مترقی، آزادی خواه، انسان دوست تو جامعه ما خیلی کشتن. البته تو جوامع دیگر هم کشتن ها، فکر نکنید مثلا توی فرانسه نشده، در جاهای دیگه در امریکا در همه جا شده این کار، کشتن. ولی تو جامعه ما اول تعدادش کم بوده. ما نگاه بکنید تو تاریخمون قشنگ بگردیم زیاد پیدا نمی کنیم. اینو بگیم ما این چیزها رو کمبود داریم، آدم های محکم که پافشاری بکنن روی اصولشون بیستن تا پای جان برن، مثل ناصر خان به قشقایی مثلا، چه میدونم، مثل تمام کسانی که امیر پرویز پویان یا فاطمی یا کسای دیگه که همینطوری به شکلهای مختلف کشته شدن داریم، ولی به اندازه کافی نداریم و جامعه هم یه طوریه که اجازه رشدشو نمیده. الان ما این در جامعه یه چیزایی میبینیم، یه حرکت های این شکلی. برای یکی دیگه از این عوامل بازدارنده اینه، یکی اون استبدادیه که نهادینه شده در داخل جامعه. یک چیز دیگه، حالا من البته این باز بر میگرده به اون تفکیک و استقلال سه قوه، مسئله استقلال مالی قوه اجرایی است. این در تاریخ ما بوده. سیستم بر اساس پیر بریان، نویسنده کتاب پخس که به این کلوفتیه، هزار خورده صفحه است، ایران زمان باستان بهترین سیستم مالیاتگیری رو داشته، جمع کردن مالیات رو داشته. این سیستم جمع کردن مالیات، شما دلم رو باز میکنید، ما در تاریخ ایران باید وقتی نگاه میکنیم گریه کنیم. یک جای کور داریم و اون جای کور اون زمانیه که اسلام به ایران حمله میکنه و تمام دانستنی های تکنیکی، اداری، دانشگاهی، لشکری، کشوری ما رو از بین میبره و یک سیستم بدوی عربی به مفهوم اسلامی رو، عربی کلمه خوبی نیست من پس میگیرم، ولی میاره میذاره و ما اونجا کوره. این وسط نداریم. اون 400-500 سال داغون کردن، همه چی رو از بین بردن، در صورتی که دیگران خارجی ها که رفتن روی تاریخ ایران کار کردن دیدن ما اینا رو داشتیم. مثلا روی مسئله مالیات ها ما بهترین سیستم رو داشتیم. تزار روس از مال ما کپی میکنه، حتی تا این اواخر از همین سیستم استفاده میکرده. حالا یه روزی اگر در یه جلسه دیگری که این قضیه خیلی مفصله، اینی که شما، من به یکیش مالیات اشاره کردم، مسائل دیگری که ما بیان باز بکنیم، مالیات خب خیلی مهمه. ما ببینید مردم ایران عادت به دادن مالیات ندارن، حتی خارج کشور هم حرف شما قبول، من ببخشید که قطع میکنم حرف شما رو، میخواستم اگه اجازه بدید، چون صحبت مالیات شما کاملا حرف درستیه و من پیگیرش خواهم بود، چون چند وقت پیش اتفاقا یک مقاله هم نوشتم بحث مالیات و نمایندگی، ولی چون میخواستم که از حرف شما چون نتیجهی بگیرم که از آقای خلف این سوال رو بپرسم. ما آقای قاسمی دو تا موضوع رو اشاره کرد،
و من دوست دارم که از این دوتا حالا 2 سال 1 سال از شما بکنم. یکی که اینشون اشاره کرد به هر حال استبداد در ایران هست و این استبداد به ما اجازه نداده که به یک سری از موفقیت ها برسیم. این بحث در کلیت و مطلق بودنش من زیاد بحثی باهاش ندارم، اما یه سوالی که دارم اینه، ببینید استبداد در آمریکا و خود فرانسه در 250 سال پیش، من فکر میکنم از استبداد الان به خصوص فرانسه، چون فرانسه شاه داشت، آمریکا هنوز شاه نداشت به اون شکل، برای آمریکا مستعمره بود، فرانسه خود یک کشور بود، خود شاه اونجا بود. استبداد پادشاه فرانسه در 1790 خیلی فکر کنم بیشتر از استبدادیه که ما در ایران داریم همین الانش هم. و یک تغییر رژیمی که در فرانسه ایجاد شد یا بعدا قبلش در آمریکا چند سال جلوتر ایجاد شد هم خب یک حرکت انقلابی خیلی بزرگی بود. من نمیخوام مقایسه بکنم و نمیدونم کسی بتونه این مقایسه رو بکنه، ولی به حال از جهت استبداد که بوده و یک جرقه هایی زده شده و یک چیزهای خیلی خوب در آمده، به حال به قول معروف پیشینه وجود داره. حتی انقلاب مشروطیت ایران هم اگر بخوایم نگاه بکنیم به نوعی استبدادی که اون موقع بوده، من نمیدونم اگر بخوایم مقایسه بکنیم یک کسی بخواد مقایسه ای بگه، خب اون موقع ما خیلی چیز در کشور در این حد نبود، در این حد اطلاع داشتنی که ما حتی الان داریم. استبداد در ایران بسیار زیاده، 45 سال استبداد کسی منکرش نیست، ولی فکر کنم ملت ایران خیلی آگاه ترن، خیلی چیزها رو دارن. این یکی. سوال دوم به اینجا برمیگرده که ایشون خیلی جالب بحث شروع کرد، بحث سه قوه رو گفت که باید، خب نمیتونیم که بیایم یه دفعه یه قوه رو درست بکنیم که همین جور که آقای قاسمی به درستی اشاره کردن دولت موقت تشکیل بشه، بعد بگن این دولت موقت اجازه بده یه قوه قانونگذار و یه قوه قضاییه هم بیاد بغلش درست بشه مملکت، این سه قوه بعد به طور خود به خود و معجزه آسای این دو سه قوه از هم جدا باشه. این همچی اتفاقی نمیفته. ایشون خیلی به درستی به این مسئله اشاره کردن. تنها جوری که میتونه اتفاق بیفته اینه که خود مردم، شما اشاره کردید به کتاب به بحث قرارداد اجتماعی، یعنی مردم به عنوان این چیز بزرگ، این کشوری که هستن، میتونن بیان این سه قوه رو در اون مجلس شورای ملی تعیین بکنن، چون اون مجلس شورای ملی فقط قانونگذار نیست، بحثش دقیقا اینه که این سه قوه رو بیاد تعریف بکنه و بگه این سه قوه در آن واحد در یک لحظه باید درست بشه و تفکیک بشه و این دلیلش هم وجود داره. پس اگر اومدی یک قوه رو اول درست کردی، بعد فکر کردی از این یک قوه اجازه میده که اون دو تا قوه دیگه به طور معجزه آسا هم مستقل باشن هم تفکیک پذیر باشن، به وجود نیاد. من فکر میکنم ما از اول بحث که شروع کردیم به هر حال هم به رفرنس به تاریخ دادیم، هم به مسئله آموزش دادیم، هم مسئله مورخ رو گفتیم، تاریخ رو گفتیم، به اینجا میرسه که اگر بخوایم بریم جلو برای آینده ایران چگونه این کار باید انجام بشه. یعنی تنها یک و فقط یک راه حل داره، همون جوری که شما هم اشاره کردید، قرارداد اجتماعی در ایران حاضر باید بشه همون مجلس شورای ملی موقت ایران که اون چیزو تشکیل بده. من خواهش میکنم شما راجع به این بخصوص، فقط نقطه آخرم که میخواستم شما یه اشاره بکنید اینه که به هر حال ببینید فرانسه 5 تا جمهوری داشته، فرانسه شورای نگهداری قانون اساسی رو داره، این تجربه تاریخی فرانسه است، یه دلیلی داره که میاد اونجا میگه این قانون اساسی که من تغییر کرده رو من میخوام حفظش بکنم. و سوال اینه که حالا ما که وارد یه مرحله دیگه میشیم، چون همون جوری که آقای قاسمی هم اشاره کردن بحث تحول هستش، ما 120 ساله داریم تحول دوره تحول میکنه، ما اینجوری نیست که هنوز بدبختیم، نه بدبخت نیستیم، بیچاره نیستیم، همه کشورها توش رفتن، ما مثل اونها داریم در حال تحول هستیم، ولی سوال اینه که از این تحولات چگونه میخوایم استفاده بهتر بکنیم، وارد یک جامعه بهتری بشیم. من این سوال آخرم از شما بکنم، خیلی ممنون. متشکرم آقای اصلانی، متاسفانه باز مشکل وقتم پایین داشت، ولی این سوال کنیم از خودمون، اگر هدف استقرار دموکراسی، چگونه ما میخوایم دموکراسی رو مستقر کنیم با
تجربه 120 سال گذشته بیشتر نرم، چه عواملی باعث شده که مثلا امشب دست میذاره روی ساله زیر بنایی، چه عواملی باعث شده که اون دولت ملتی که هدف مشروطیت بود، اون حقوق شهروندی، اون پارلمانتاریسمی که مصدق از روز اول دنبالش بود تا روز آخر، چرا استقرار پیدا نکرد؟ اگر هدف استقرار دموکراسیه، همونجور که حزب ما میگه یکی از عللش اون نبوده جدایی دین از حکومته یا نبود برابری زن و مرد، اون قراردادهای اجتماعی ژان ژاک روسوست که وجود نداشته و باعث این شده، این میشه کمک کرد که چه نوع دموکراسی میخوایم و چگونه. تا زمانی که این بحث نشه، یه عده‌ای به خاطر خواست خودش یا خواست فردی طبیعی میخواد به قدرت برسه، نمیخواد معضلات رو حل بکنه. شما میگین جامعه ایران تحول پیدا کرده، بله خیلی هم تجربه داره، چون هی خیز برداشته به خواسته های اجتماعی سیاسی برسه، به دموکراسی برسه، به حقوق شهروندی برسه، ولی شکست خورده. ولی قدرت سیاسی یا تحول سیاسی در ایران که وجود نیومده، که حتی نمیخوام مقایسه کنم بد و بدتر، ولی اگه نگاه کنیم از مشروطیت تا به امروز عقب نشستیم. این یکی از اشکالات اساسی است که الان بین جامعه شهروندی ایران با قدرت سیاسی ناموزونه. حتی به صورت یکی نمیخوام بگم شدیدترین خشونت ها در ایران انجام میگیره، زندانیان، اعدام، شکنجه و و و قبلش هم یه نوعی بوده، ولی این یکی از اشکالات اساسی است. ولی یک جنایی از مخالفین، نمیگم اپوزیشن ها، نگاش فقط برای گرفتن قدرت سیاسی است، نه حل معضلات یا اجتماعی علل شکست گذشته، اصلا حرفش این نیست. و خیلی راحت بیام میگه من فرزند کوچک محمد رضا پهلوی ام، اون یکی هم میگه من فرزند آصف کاظم شریعت مداری ام، بس حقمه. ببین، یا من سازمان مجاهدینم، این بحثای تاریخی روح القوانین، قرارداد اجتماعی، شورای بگم کنسی کنستیتیونل فرانسه نیست. اینجا این خیز برمیداره، چون خمینی یه مقدعی اومد شعار همه با هم خیز برداشت، از پاریس رفت با کمک دول خارجی، بگم به خاطر که جنگ سرد و منافعش رو ایجاد میکرد، مانع استقرار دموکراسی در ایران بشن برای چندمین بار. شانس خمینی، کارت خمینی بازی کردن. امروز هم یک عده‌ای تو خارج نشسته آلترناتیو سازی میکنه یا دولت موقت از این صحبت ها، ولی از زیر بحث اصلی خارج میشه. اصلا اینو کاملا ممنوع، شاید ممنوع میخواد بکنه. شما این تلویزیون اینا نگاه کنی، اصلا بحث ملت و مشکلات نیست. اینی که من با آقای قاسمی موافقم، ولی آقای قاسمی تنها ناصر خان و خسرو خان و زندیاد، امیر پرویز و پویان و بیژن جزنی و هزاران دیگر نبودن، پدر و عموی شما بود آقای قاسمی، چه در 28 مرداد و چه در رژیم پهلوی سابق زندیاد و قاسمی و چه در رژیم همین رژیم جمهوری اسلامی یا بگم استبداد اسلامی، شما هم با آی سنگینی پرداخت کردینه. این آدم نباید از یاد نمیشه به برد که به چه مسائلی ما دچار شدیمه. ملتی که به تاریخ خودش، به تجربیاتش نمیتونی، یا نمیگم همه، اون اشراف رو نداره که برای اینکه ما بتونیم اون تکرار اشکالات نیاکانمون نکنیم، ما موظفیم این مسئله را خوب بررسی کنیم از جوانب مختلف تا دچار گرفتاری ها نشیم. وگرنه گفتم من نمیخوام برنده بد آواز باشم، میخوام بگم نه، ما باید تاریخ و راقت تاریخ معاصرمون در رابطه با دموکراسی، پارلمانتاریسم، جدایی دین از حکومت، عدالت اجتماعی، هشار ما دموکراسی میخوایم، دموکراسی میخوایم، بدونی که اون محتوا را روشن کنی، معذرت میخوام میشه جمهوری خواهی خمینی درخت سیب. اینه که
نسل ما نمیتونه اون اشتباهات رو بکنه، حق تکرار اون اشتباهات نداره. ممکنه جریان سال 32، جریان انقلاب مشروطیت، اون مسئله مجلس و همه این چیزها، ولی مجلس اول مجلس قانونگذاره. من با آقای پویان موافقم. چرا؟ چون مجلس اوله که باید مجلس قانونگذار باشه، منتخب ملت باشه. اونجاست که حقوق شهروندی به تفکیک قوا و چگونه، ولی بعدا اون مسئله کنگره که میشه دو تا مجلسی، که مجلس شورای ملی، یکی مجلس سنا یا مجلس ایالات و ویالات، مثلا اسمش کار ندارم. ولی ما که خواهان یک دموکراسی غیر متمرکز یا عدم تمرکز هستیم، این خودش دو مجلسی خواهد بود. من با این موافقم، ولی مجلس اولی که مجلس قانونگذار که باید منتخب بشه و بتونه اون مسئله قانون اساسی پایدار، قرارداد اجتماعی، وگه نمیشه قانون اساسی جمهوری اسلامی یا قانون امروز، حتی قانون اساسی مجلس مشروطیت قبل از انقلاب، دوستان بهمو بر نخوره، خیلی ارتجاییه، شباهتهایی با رژیم جمهوری اسلامی داره که اصلا غیر قابل تصوره. اینو بخونیم دوبار یا به فرانسوی یا به فارسی، مهم نی، ولی امروز تکرار اون یعنی عقب نشینی. بعد تمام کردم. خیلی ممنون. من امروز امشب متاسفانه وقتمان کمه، ولی من سوال آخر از آقای قاسمی میخوام بپرسم. آقای قاسمی، ما به هر حال، آقای خلف به نکات خیلی مهمی اشاره کردن، به هر حال شاید در حقیقت جمعبندی صحبتهای ما بود. ایشون گفتن دموکراسی، با دموکراسی دموکراسی گفتن در حقیقت دهن شیرین نمیشه، محتوا مهمه. ما به هر حال چندین جلسه است راجع به بحث محتوا داریم صحبت میکنیم. ما علنا و آشکارا گفتیم که حزب به دنبال گرفتن قدرت سیاسی نیست و ما محکوم میکنیم هر سیستم اپوزیسیونی که در خارج به دنبال گرفتن قدرت، فقط به این دلیل و فقط هم به این دلیل، نه اینکه با کسی ضدیت داشته باشیم، نه اینکه بگیم جمهوری اسلامی بد خوبه، ما در اینکه جمهوری اسلامی شره شکی نداریم، ولی اون چیزی رو که ما باور داریم و جلسه رو امروز باهاش شروع کردیم، بحث روح القوانینه که بگیم اخه این سه تا قوه قراره به وجود بیاد و تفکیک پذیر باشن، چگونه به وجود میاد. و تنها جوری که به وجود میاد مجلس شورای ملی ایرانه، موقت ایرانه، که مردم درش باشند، که هر سه قوه از اینجا شروع بشه. یعنی اون نکته ای که بحث محتوایی که آقای خلف بهش اشاره میکنن و شما هم بهش اشاره کردید به درستی، بحث که از کجا چه قوه شروع میشه. اگر قوه مجریه رو اول شروع کردی، قوه مجریه به دلیل این که ببینید، ما داریم صحبت 250 سال 300 سال از اون موقعی که مونتسکیو رو نوشته داریم میگیم، اگر مجریه اومد اینو درست کرد، کن منفعتش اینه که تو سر قوای دیگه بزنه، مطمئنن مجلسی رو درست خواهد کرد، همونجوری که رضا پهلوی اول درست کرد مجلس اول و مجلس مؤسسان اول، همونجوری که موقعی که میخواستن قانون اساسی ایران رو بنویسن زمان خمینی، همونجوری که بهش آقای حبیبی و دیگران بهش رفتن یه ورقه دادن گفتن این قانون اساسی، اونم پاره کرد ریخت دور و اومد کار خودش رو کرد. برای اینکه اون اتفاقات نیفته، ما داریم میگیم چرا مهمه که ما این بحث تفکیک سه قوا رو یک از لحاظ تاریخی بفهمیم از کجا اومده، دو اگر فهمیدیمش وقتی میخوایم درست بکنیم یه چیزی بریم جلو چگونه باید درست بکنیم که این سه تا در آن واحد در یک مکان و در یک زمان تشکیل بشن که بتونن اون بالانس چک و بالانسی که نیوتن بنده خدا هم اومده بود درست کرده بود. آقای خلف هم اشاره که من از روی خنده بگم، چون درخت سیب در حقیقت دو دفعه بالا اومد، یه موقع برای آقای خمینی بود، یه موقع برای نیوتن بوده. از تفنن امشب ما بود که این درخت سیب به حال دو جور اومد بالا. ولی به حال بحثش اینه که چگونه این که در آن واحد اون مجلس شورای ملی موقت ایرانه که اینو تشکیل بده. من خواهش میکنم یک بار دیگه، و این بحث قدرت، به درستی آقای خلف اشاره میکنن که اینجا اگر
ما به قدرت بچسبیم باعث بیچارگی ما خواهد بود و قرارداد اجتماعی. خواهش میکنم صحبت آخر رو بفرمایید. بله، میبینم که وقت زیاد نداریم، من سعی میکنم 5 دقیقه بیشتر صحبت نکنم. عرض بشه که خب اصلش به نظر من مشارکت مردمه، اصل اساسیش مشارکت مردم. وقتی مردم مشارکت بکنند در به وجود آوردن اون مجلس ابتدایی که موقت هم هست، نخستین کاری که در اونجا خواهند کرد برای اون مجلس یک آیین نامه تهیه میشه که ما الان داریم این کار رو میکنیم، یعنی کمک میکنیم یه سری چیزایی رو در اختیارشون میذاریم که اگر یه همچین چیزی به وجود اومد، البته خود اونها این آیین نامه رو تعیین خواهد کرد، ولی اولین کار مسئله آیین نامه داخلیه و بعد یه قوه قضایی موقت، یک قوه اجرایی موقت، همه اینا توسط مردم منتخب مردم انتخاب، و این چیزش. و فکر نکنیم مردم بلد نیستن، فکر نکنیم مردم نمیفهمن. من شنیدم که میگم مردم نمیفهمن، مردم احتیاج به قیم دارن، احتیاج به کسایی دارن که بهشون بگن چه جوری بکنین. نه، اینطوری نیست. مردمی که اومدن تو خیابون دارن این کارو میکنن و تازه میدونن حداقل کیا رو انتخاب بکنن بفرستن، چون تو خیابون کوچه. بنابراین این مشارکت مردم مسئله مهمه. و مسئله دیگری که خیلی مهمه، مسئله دفاع از آزادی دیگرانه، مسئله دفاع از آزادی دیگران. طبیعتا کسی که از آزادی دیگران دفاع میکنه، از آزادی خودش هم دفاع میکنه. به نظر من امشب و همینجا تموم بکنیم و بسیار متشکرم از صحبتهای آخر شما، خیلی خیلی جالب بود، البته همش خوب بود. همینطوری آقای خلف، خیلی ممنون. خیلی ممنون. من فقط عذرخواهی میکنم از شما که من راجع بحث مالیات بدون نمایندگی رو واردش نشدم، ولی چون بحث خیلی مهمی ما حتما بهش اشاره خواهیم کرد در جلسات عالی، که به هر حال در طراحی یک دموکراسی بحث‌های مشروعیت که حاصل خواهد بود و چگونه میاد، اینه که مشروعیت دولت از مردمیه که ایوه. مردم با طیب خاطر در حقیقت مالیات میدن برای اینکه دولت مال خودشونه. بله، یکی از مسائلی که به هر حال مسئله مالیات داشتیم اینه که هیچ موقع اون دولت مال مردم نبوده. من صحبت ها رو همینجا خاتمه میدم. خیلی ممنون از همه دوستان و امیدوارم که شب خوبی داشته باشید.